تو اینکه بازی فینالی برگزار گردد در بازی برای جای سیوم امانت بانک و استرافشان رو برای هم آمدن که در این مقایمت شدید امانت بانک با حساب 7-6 پیروز شده مدال های برنجی چمپیونات رو صاحب گشت. خیلی که شما خودتون شاهد بودین بازی های 5 بازی فینالی گویم که دست ها همه برابر بودن، لیکن همین یک تشنگی بود همین در استقلال دیدن میشون و همون غالب یک نفر میبرد و دسته استقلال غالب بر اومد، تبریک میگویم شما. بختوار جان، فکر میکنین که باز نقشه های دیگر هم داریم برای گذراندن موسمی قاینده که سطحش بالاتر و بلندتر و شماره دسته ها زیادتر شود؟ بله، در نقشه هست که دسته ها را زیادتر کنیم از سال از موسم نو. دسته ها را دیگر دسته هایی که در این موسم بازی نکردن در جوش هستند، فکر میکنم در سال آینده دسته زیاد میشود. کاخ اولمپی شهر دوشنبه بعد از ساعت در اینجا بازی حل کننده و چمپیونی میانی دسته های سورو کمپانیا و استقلال برگزار میگردد. بعد از 4 بازی برگزار شده حساب عمومی مساوی 2-2 است و امروز حتما چمپیون معلوم میشود. مسلم است که به تماشای بازی فینالی البته مخلصان زیادی اومدن و فکر میکنم که این بچه ها مخلصان دسته سارو هستند، درست است؟ ما مخلص دسته استقلال ما دسته سارو رو بازی میکنیم. خب من مخلصان البته هم فکری و هم اندیشگی دارن در اینجا، اما فکر میکنم که بعد از ساعت یک روبروی دیگری البته هر کس بعد دسته های خود مخلصی میکنن. بازی خوب میشه. خب شما چی اندیشه دارید؟ ما هم میگم بازی خوب میشه. معلوم است که فینال است، بازی خوب میشود. خوب ما ارزومندیم که استقلال غالب بیاد. اما سورا ولی چی میگم که سورا دسته سورا چمپیون شود. خب شما چی؟ شاید که بازی نقش شود. خوب همین برای مخلصا شود، همین بازی خوب شود. کسی زور است در میدان همون چمپیون میشن. بازی هر دو دسته معلوم نک 4 بازی شد، معلوم نکردن که کی زور کی غالب میبرد. بازی همین بازی معلوم میکنه. نه غالب هم معلوم کردن، زور هم معلوم نکردن. زور هم معلوم نکردن. چگونه باید جبران کرد تلفات بازیگران کلیدی سورو رو؟ من فکر میکنم که امروز گرچند که فیضعلی سردار رخ نیکوگرانی محمد و سماندن از اون بازی نمیکنن، بچه ها فکر میکنم باید چند حرکت کنن. راستی گپ اون مراکه و مهارتی که بچه های ما دارن قریب که گفتن ممکن است در یک ساعت هم اگر بگیم که بازی میکنن خطا نمیکنن، چون که بجز از اون 4 نفر بچه هایی که جوان هستن اونها هم در این بازی فینالی نشان دادن که اونها هم امروز سزاوار بازی کردن. همیشه در روزبان تون؟ بله در روزبان. این مسئله دیگری مهم است، خیلی در آخری موسم درخشی تازه کرد. بله من فکر میکنم امروز بچه ها دیگر روح ندارن، با قول دیگر اون امکان ندارن که بازی رو برای هفته دیگر مونن. بازی اخیران است و چون که پیرا ویدف گفتن کسی که انگیزه زیاد دارد اون غالب میبراید و امروز با 4 بازی گذاشتن نشان داد که دسته ها در یک سطح هن. در یک سطح هن. تنها کمی ملکه یا یکون خطایی از جانب یکون بازینگر یا که از جانب دسته و از همه مهم اومد اومدی ورزشی. نوی ما ارتق جان و رومیز. شما با کی مخلصی میدید؟ ما با سورو. حتما سورو کمپانیا غالب میبیا فکری ما. استقلال هم کمانده سخت بود،
معلوم بازی های پیشتر نشان دادن که بازی ها جالب همش خوب کمانده ها سختن و همو بلید میکنیم سورو مخلصی دسته سورو کمپانی هستم در چهار بازی که بین دسته ها گذشت در دو توش استقلال پیروز شد در دو توش دسته ما سورو کمپانی خینه گفتن جواب که کدام دسته میبره نکی با باوری که مخلص هستم دسته سورو کمپانی باز به حساب دو بر یک استقلال رو شکست میدید جامی فوتزال تاجیکستان رو به دست میدید. خوب امروز دسته سورو از دسته استقلال چی برتری داشته میتواند؟ برتری برابر است در بازی ها. استقلال کم برتری دارد در بازی آخران که 4-0 غلبه به دست آورد برتری دارد، لیکن در این بازی فقط غالبیت که بود دسته سورو برتری دارد، چون که دسته سورو چندین سال شد چمپیون است، تجربه کلان دارد. من برای تماشای فوتبال اومدم، امیدوارم بازی خوب می شود. نکی من اساسا بلچکی کمانده سرافشان هستم. مخلصی کی هستی؟ مخلصی استقلال باوری داری که استقلال غلبه میکنه؟ آه چی بانه؟ متاسفانه برای دسته سورو و برای مخلصان سورو نکروس علی محمد بازی نمیکند. نکروس چه احساسی هست که بازی نمیکنی؟ متاسفانه برای دسته کمک کردن نمیتوانم، اما از بچه ها باوری کلان دارم که غلبه میکنند از دسته خودمون. غیر شما باز فیضعلی هم بازی نمیکند، سمندر هم بازی نمیکند، این البته تلفات است. نه، فوتبال بازی دستوی است و بچه ها باوری داریم که امروز غلبه میکنند. ما فقط برای شما ما شهر سرافشان برای استقلال آمدیم. معرفگری پایتخت از زمان میشد. استقلال جان بازی کن، مخلص های روزی کن. استقلال بهترین، مخلصان های زورترین. استقلال بپیش، رحمه. سرافشان بپیش. سرافشان هم بپیش. شما رید، بزارید. من نوم سای جعفر. نه من آریان فر. سیام خباریان فر، سای جعفر با کی مخلصی میکنیم؟ مو همی پنج چور بازیه که گذشت هر چورشت تاریخ تلویزیون تماشا کنیم. خوش اکو پنجم شده اومدیم که نزدیک تماشا کنیم. با یکون کس مخلصی نمیکنیم؟ برای فینالی تازه اومدیم. روز دیگه هر دشم کماندوی دوست داشته هم ارزش کماندوی دوست داشته های، لیکن همی از سببی که همی سورو بسیار چمپیون شده است یکی امروز مو استقلال ده بلیش که میکنیم. خوب شما آریان فر؟ مرم با استقلال. استقلال؟ بله. باوری دارین؟ باوری میکنیم. نیکی هم فیضعلی نیست موزیک شده موخی چی؟ هم فیضعلی بازی نمیکند، هم سمندر ریزانوف بازی نمیکند، هم نکروز علی احمدوف بازی نمیکند. یعنی سورو سه تلفات دارد، استقلال یک تلفات، همگی عبدالقیم عمرو بازی نمیکنه. یعنی برتری رو اکنون با کی دادن ممکن است اجازه فرق استقلال دو خی برتری شده است این باشد نرمات شما دید نیکی اخی او خیک و فیضعلی هم بازینگر این نقضه یک او سورو به فیضعلی هم بازینگر رو اما دسته یک اما ایدریس یاروف در این بازی بازی میکنه خیک ایدریس هم زور های نیکی اکو باشد اوجه هم یا کچینا نوخی برای کم و استقلال دا بالشکی میکنیم هم ما عضو منتخب تاجیکستان با نظر داشته البته فینال و با نظر داشته این بازی حساس اینجا بعضن از چوره های بی خطری هم اندیشیده شده است ما هنگامی که با تالار ورود میشیم البته گلوس خدا نظر زاده شاره تلویزیونی ورزش رو هم در اینجا وا خوردیم که میخواهیم اندیشه هایش رو اویدی این بازی بگیریم گلوس چی اندیشه داریم کی غالب اومدنش ممکن است؟ بله اگر ما با بازیگرانی که مشکل کادری دسته سارو نظر بندازیم خود یک نبودن فیضعلی سردار در همین رقابت این مشکل خیلی کلا میتواند بیارد ولی فوتبال فوتزال این بازی دستوی است در اینجا هم اگر میدان خرد باشد شماره بازیگران کمتر هم باشد ولی از بازی دستوی و دسته جوان خیلی زیاد چیز وابسته است برای همینم من فکر دارم نبودن چنین بازیگران تاثیر خود را میرساند ولی تاثیر اساسی نخواهد داشت در همین رقابت چون که این فینال است این تنها یک رقابت است در یک رقابت هر چی شدنش ممکن است اینجا با نظر داشت اون بازی که ما بازی اخیری که ما مشاهده کردیم دیدیم که خوب نبودن ادریس یورف عموما برای این سال در بازی قبلی احساس نمیشد و یکی از بازیگران اساسی دسته سور کمپانی است همین طور نبودن عبدالقیوم معروف در دسته استقلال احساس نمیشد یعنی اینجا
نبودن یک دو بازیگر نمیتواند تاثیر اساسی یا منفی یا مثبت داشته باشد. برای من فکر دارم این فینال است، بچه ها خیلی خوب درک میکنند، امکانیت های هر دو دسته را من برابر میشمارم. بود نظر داشتون که بازی های آخرین دسته ها را من دیدم، چهار بازی که بودن واقعا این سال خاطرتون باشد، یک مرتبه دسته سپر و سورو همین تر بازی کردن، دو بر دو شد، بعدن سپر با سورو با حساب 3 بر 2 توانست غلبه را به دست آورد، این سال هم همین تر شد، یعنی دو بر دو شدن فینال و این اکنون فینال است، این سوپر فینال است. برای همین البته من تنو بازی خوب را انتظار هستم، ولی امکانات هر دسته را من برابر میشن، چون که استقلال هم این سال نشان داد که رمون ترس و روز و نداشتن تجربه که در اون احساس میشد در موسم قبلی علل خصوص در فینال که اونها پرسف بودن و بعدن عقب موندن در حساب، فکر دارم دیگر در دل اونها ترس و هراس نیست، اونها بر مقابل دل خوراقی بازی کرده میتوانند. روز چی مسئولیت دارید اینجا؟ من برنده در میدان هستم. من فقط رحمت کنم با شما. خب میرویم داخل تالار. کاک نستروی؟ Настрой очень хороший, да. Все ребята готовы сегодня бороться, да. Это пятая игра, это очень важная игра, это конечно. Здесь думаю, что вот кто меньше, где детали, да, нюансы решает, да, все. И кто меньше будет ошибаться, кто этот по ситуации хорошо будет выглядеть, да, и он, эта команда сегодня выиграет. Дай бог, что это будем мы. На выданный бачовый кандидат Чигуна Чуброн Кануки. از میدن دیگر بچه های هستن خوش میدن که هم بچه که هستن امکانیت خوب است که جبران کرده تاونان جوی فیضالی سردورف و سامانداری سون و نپوزالی محمد دیگر بچه هم هستن. در بازی پیشینه شما از تکتیکایی یک بازینگر اضافی کار گرفتید اما اون کار نداد. عموما در فوتبال وقتی که از بازینگر پنجم استفاده میبریم 70 بسی است. 70 درصد دسته که دیفو میکنه همون گل میزند. ریسک کلون است ولی اگر мо кушмени тои лаза бозиро набарем. Бинадои азиз ҷоми чемпиониро Анвар Мирзоев, собиқ дарвозабони дастаи мунтахаби футзоли Тоҷикистон, ворди толор мекунад. Дар бозии гузашта дар финали чорум ин ҷомро Шерзод Ҷумаев ба майдон ворид кард ва ҳоло бошад Анваршо Мирзоев, ки дар гузашта дар ҳайати дастаи мунтахаби футзоли Тоҷикистон борҳо солҳо ҳунардамоӣ карда буд, ҷомро вориди майдон менамояд ва соҳиби ҳамин ҷом баъд аз ҳамин рақобат маълум мешавад ин дастаи Истиқлол ё соро компания. Мо ва шумо хоҳем дид. بینندگان عزیز، حالا بار میگردیم با جریان بازی بین دسته های استقلال و سورو کمپانیا. فینال پنجم است و گفتیم که امروز حال معین میشود. باید گفت استقلال و سورو به این بازی با هیئت های یک خیلانه آمدند. در قیاس با نبودن عبدالقیوم عمرو که کارت سرخ داشت، سورو را یک بارگی لیدران دسته فیضالی سردورف، نکروز علی احمدوف و سمندر ریزانوف کمک کردن نمیتوانستند، هرچند که ادریس یوروف اکنون به هیئت برگشته بود. این فینال واقعا یک فینالی به اصطلاح دراماتیکی گشت. از ثانیه های اولی بازی هر دو دسته بازی جذابی را نشان دادند. حساب بشر در دقیقه دهم دیدار کشاده گشت. لیگنر استقلال ارسلان بک تورسونوف نخست توپ را وارد دروازه سورو کرد. اشتباه میکند اول بازیگر دسته سورو و گل. حساب 1-0 در دقیقه دهم رقابت. ارسلان بک تورسونوف чигуна ӯ аз нури бозингарони дастаи соро тӯбро ба дарои дарвоза равон кард. ҳисоб 1-0 тими истиқлол пешсафт мешавад.
اشتباهی محسن محمدزاده، خیلی اشتباهی دغل از جانب اوی بسیار عمل کردی عجیب با اشتراک بازینگر خیلی دسته استقلال ببینید با پشت پای و تو با کپیتانی سورو رسیده بردین توی دروازه شد. با گذشت 5 دقیقه بختیار صالیف توانست که توازن بازی رو تامین کند و دسته ها در حال مساوی و تنفس رفتند. میلیان بازی کرد و اونو بسیار یک فرصت خوب برای سورو گل حساب 1-1 دقیقه 15 هم و بختیار صالیف موفق می شود که در دقیقه 15 می رخوبد دروازه دسته استقلال رو رخنه کند. بیننده عزیز حساب 1-1 ولی اینجا بسیار اکرام دیگر فهمی خوبی بازینگران هر دو دستم و بیننده عزیز قسم اول رقابت به انجام می رسد 1-1 این نکته رو باید ذکر کرد که لیگ فوتبال کشور سال تا سال در حال برگزار کردن فینال ها جالبیت را وارد می سازد و امسال برای دلخوشی مخلصان که تالار کاخ اولیم را پر کرده بودند یک لحظه تفریح تشکیل کردند. اما مخلصان به صبرانه قسمت دومی بازی را انتظار بودند، زیرا معلوم بود که آن باز جالب تر خواهد بود و واقعا هم همین طور شد. با سپری شدن 4 دقیقه از قسمت دویم شوکت خلیلوف باز استقلال را پیشرفت کرد. استقلال فرصت برای آنها و گل چگونه گل زیبا و کمبینیسی عالی. اما محمد جان شریفوف باز حساب بازی را برابر نمود. تیم استقلال یا نه ضربه و گل و ببینید چگونه بازی گذاری عالی محمد شریفوف کپیتانی دسته سورو کمپانی حساب را در دقیقه آخری رقابت برابر میکند 2-2 و تمام مخلصان او را با آغوش میگیرند. فوقیان هم ضربه محسن محمد زاده جانب دروازه شد توکل زورو نبود، اما آمدن محمد شریف این باعث برای شد که حساب بازی در همین لحظه برابر شود. اگر گوییم که این فینال کمی تون بود گویا چیزی نگفتیم. در برخی حالت ها جنجال به خرخشه تبدیل میافت. شماره فول ها و تعیین جریمه به دروازه سورو کمپانیا گواهی گفته های بالاست. اما در نهایت کار حرفویت بالا میگرفت و بازینگران دستی همدیگر میفشردند. زمانی که همه مخلصان در سر خیال قسمت اضافی را میپروریدند و در نمو لوحه ثانیه های آخرین قسمت دویم میرفت، رحمان علی شریفوف گلی عجایب الغرایب بود زد که یک تالار کنان به قول شاک موند. گلی شاک گلدو باور نکردن است بیننده عزیز. چیکار میکند رحمان علی شریفوف؟ از کجا گل میزند؟ دوستان ارجمند این گل رو حتی در فوتبال بهترین در لیگ بهترین انگلیه هم دیدن غیر امکان است، اما در سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان این رو ما میبینیم. اکنون دیگر برای برگشتن به بازی سورو رو وقت کمی میکرد و این گل آخرین و طلایی این دیدار بود که استقلال رو به اولین چمپیونی آورد. پرتاب راست با فیروز بکمورادوف، ضربه فیروز بک مرادوف و وقت به انجام میرسد. دوستان ارجمند استقلال چمپیونی نوی فوتزال کشور در سال 2023. مبارک باشد. به این چی گلی بود که زدی؟ رحمت رحمت اکا خیلی بازی همی بود. ما خواهم مینات کنیم تو سال قریب 7 ما ماشکیم مقصد ما چمپیونی بود، اخیر ما مقصد ما رسیدیم. هر صورت در برای اون گل اون چکل شده؟ خیلی میشه خیلی بود. بچه ها مبارکتان باشد. چی احساسی هست بعد چمپیون؟ این احساسی هست که من میخوام هر یک آدمی دنیا همین احساسات رو حس کند. من با این چمپیون سوا 7 فینال باخت کردم. آدم باید محنت کن، حرکت کن، باوری کند و مقصد خود میرسد. تشکر زیاد. کامران جان دیدم که عشق ریختی. ناگفتنی هایی نمیشه گفته یه احساسات یازی داره میگفته نمیشه. Давайте, передайте свои чувства, свои эмоции. Эмоции непередаваемые. Мы верили в них до конца.
тренерский штаб, большие молодцы. С начала сезона они хорошо подготовили команду, которая на протяжении всего сезона показывала достойную игру. Руководство, я думаю, очень, мы вообще довольны этим тренерским штабом. Они выполнили свою, даже перевыполнили они свою задачу. Ну, побеждает сильнейший в этом матче только так. Спасибо большое. Мои поздравления. Спасибо огромное. رسم جایزه سپوری غالیب نیز با شهامت خاصه برگزار شد، اما تا این داوران بازی و بهترین ها نیز قدردانی شدند. فکر میکنم از روی شماره گل ها بهترین در محصول امسالی چمپیونات مملکت بود. روی فوتزال جایزه بهترین دیفوگار را صاحب شد یا گل زیبا را برای ما معلوم نیست، به هر صورت در میدان اعلام میکنند این چیز را، اما برای ما نروشند. دلشاد جورازودان نایب پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان جام را با دسته چمپیون سپرد. باشد سرآور برای اولین مراتب استقلال چمپیون میشود، چه احساسی است؟ رحمت کلو برای تبریکات. خیلی احساسات ما غلبه کردیم، میتونستیم در وقت همین سری بر وقتر کار تمام کنیم، وقت متاسفانه همین روز همون وقت دست وقتی ما بریدیم. خیلی احساسات چی چمپیونی ما. من میخواستم درباره همین گل رحمان علی بگید، این چی گونه گل بود؟ من فکر میکنم رحمان علی یکی از بازیگرهای بهتری و تظاهر همین گل بود و در همین وقت، در همین زمان و در همین بازی و بسیار چیزی را برای بسیار کس اثبات کرد که بهترین است. مبارکتان باشد یک بار دیگر. فیروز جان، البته در هیئت دیگر دسته ها که چمپیون هستی، اما در دسته استقلال برای اولین مراتب است، درست؟ چه احساسی هست پس؟ احساسیت خرسندی شدی، البته بار اول نیست، بار هشتم است الکی. اما با استقلال بار یکم است. اما با اسکول بله بار یکم است. محنت کردیم، سازوار شدیم البته جای اول رو. وقتی که گل دویوم رو سارا زد، چه احساسی داشتی؟ براستی؟ احساسات بار اول نیست. باز میگویم علاقه ده دوازده هم سال است که ما بازی میکنیم. احساسات اگر باشد بازی رو باخ میدی، برای همین به هر یکی اهمیت نمیدید، میبرای با سری سرد بازی میکنیم و غلبه میکنیم. یک بار دیگر مبارکت باشد. سلام. تشکر. С победой, конечно. И какие эмоции, какие чувства? Ну, словами трудно дать. В первую очередь слова благодарность. В первую очередь президенту хочу поздравить, да. Мы всегда чувствовали поддержку, да, поддерживал всячески и помогал всячески. Потому в первую очередь президенту, вице-президенту Муслимича тоже хочу поздравить. И всех болельщиков, и в первую очередь вот наш став, да, тренерский став. И ребята это отдельно, они молодцы. Доказали, и в сезоне доказали, и плей-офф, что в этом году они лучшие были. Можно сказать, что это битва двух равных и достойных соперников. Конечно. Вот видите, пятик и маленькие нюансы все решили. Все очень напряженные. Таких их только футзал выигрывает в первую очередь. Таджикистан, а футзал выигрывает. Вот видите, столько народов, да. И очень, ну, это праздник, маленький праздник мы, ребята, устроили. И опять хочу поблагодарить Соро тоже. Они молодцы тоже. Достойная команда. И просто они вместе большой праздник устроили. Огромное вам спасибо и удачи вам еще. Спасибо. Давайте подытожим весь сезон. Ну, я думаю, что сезон удался, потому что результат налицо. Мы видим, сколько у нас болельщиков, какая атмосфера царит, какая конкуренция. Как вы знаете, у нас финальная часть, она состоит из трех побед, до трех побед, и счет был 2-2, это говорит о том, что у нас была сильнейшая конкуренция. Вот до последней секунды решался вопрос чемпионства.
чемпион стал столичный Стеклов, чем я его поздравляю. Замечу, что это впервые в истории. Для развития футзала это очень хорошо, потому что на следующий год уже растет другая конкуренция. У нас в следующем году и команд будет плюс два, больше команд. Будут команды, в этом году не участвовали, но в следующем году мы ждем команды из Сагдийской области. Вот, и желаем процветания нашему футболу. А финал получился, да? Финал на ура. Я до сих пор под впечатлением, под большим впечатлением. Это действительно те моменты, ради которых стоит болеть, играть, работать в футболе. Вот именно ради этих эмоций. Это было волшебно.